این دیگه کیه؟ مهند اومده مامان. به خدا من که دارم شاخ در میارم، نمیفهمم کی میاد و کی میره. خدا حافظ. به سلامت. خدا حافظ. خدا نگهدار. من میرم بالا، بعدن میام. فعلا خدا حافظ. خدا حافظ عزیزم. خیلی خوشگل شدی مامان. آره یکم به خودم رسیدم. خوب کاری کردی، نهاد خونه پیدا کردی. کجا؟ تو اولوس. فردا میری میبینیمش. مبارک باشه. کاتیا منو ببر تو تختم، احساس خستگی میکنم. سب کنید من میبرم ایتون. اجازه بدیم؟ نه نمیخواد، کمر درد میگیری. خیلی خوب، احساس کردم یه دستگل برداشتم. ما تو رو همینطوری شناختیم، زبونت شیرینه، خودتم خوشگلی. ها نظر لطفتونه. سویر خانم چطوری؟ چطوری مهند؟ حالت خوبه؟ بله. بیسان چطوری؟ ولیه چطورم؟ خیلی سلام میرسونه. وقت شام که شد خودم میام میبرمتون سر میز. نه تو رو خدا، خودم با صندلی میام. ممنونم. باشه با اجازتون من میرم. فعلا خداحافظ، میرم بالا. خیلی دوستش دارم، مهربونه. خدا از چشم و بلا دور نگهش داره. خوبه مامان، خیلی شلوغش کردی. بیسان یادت رفته تو هم همین حرفا رو در موردش میزدی. سمر معذرت میخوام، ترسوندم بهتون؟ نه ببخشید. عمو سلیمان تو حیات خیلی برگ ریخته، تمیزش نمی کنی؟ همین امروز تمیزشون کردم. راست میگی سویلا، تو هم بیا با من کمک کن. بیا. یه دونه میخوری؟ نه خودت بخور، نمیخورم. خیلی خوشمزه شده. جمیله یه سوال ازت دارم. جمیله دخترم، تو بشیر رو دوست داری؟ کی همچین حرفی زده؟ جواب منو بده، دوستش داری یا نه؟ اگه دوستش داری خیالت راحت باشه، منو پدرت هیچ حرفی نداریم. بشیر پسر خوبیه. تو نظرت چیه ها؟ بشیر؟ نمیدونم. اون پسر سر به زیریه. اگه بشیرم تو رو دوست داره پس دیگه مشکلی وجود نداره. نه خسته نباشی پسرم. صدای ماشین رو نشنیدم، گذاشتمش بیرون، بعدم میارمش تو. بچه ها اومدن؟ بله رفتم بالا. این مرده کی بود خواهر؟ اومده با دشمنه یه فیروز خانمو از بین ببره. چ چ چ چ چ. اینطوری که نباهوش. خودم میدونم. شما اومدی؟ آره. آره. چطوری؟ خوبم. آدمایی که پایین بودن رو دیدی؟ مگه میشد نبینمشون؟ رفتن. خدا به همراهشون. آخی
تو و بشرا آشتی کردی؟ آره. آفرین. اگه جای اون بودم نمی بخشیدمت، مینداختمت دور. خداحافظ. منو مینداختی دور؟ آره. نکن مهند. بار آخرت باشه ها. یه کمک هم کن دیگه. بندازه زمین نمال زود باش. نگاه کن موهامو بل کن دیرونه. مثل پسرا میمونه. عجب زوری داره. آخ آی 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 بسته دیگه بابا دردم گرفت. بل کن. ببین چیکار کردی آخه. برات ساعت درست کردم. ببینم با این وحشی بازی که تو در میاری هیچ وقت شوهر گیرت نمیاد. اگه قراره همه این مردم مثل تو باشن اصلا شوهر نمیخوام. چی کار میکنید؟ نه حال. بله چیه؟ صداتون تا پایین میومد. نکنه فیروزه خانم ناراحت شدم. متاسفم. سلام. چی شده؟ سمر اومده بود دعوامون کنه ماتمازل. ولی حق با اون بود. تازه نهان مهند و گاز گرفت. نه آه. ببینید نهان. سرم خیلی درد میکنه. من بهتون گفته بودم که چشمم زدن. مگه چشما رو کور نکردی؟ اصلا تو داری سرمو درد میاری. کاتیا چی میخوای مامان؟ بذار یه خورده استراحت کنه، هنوز وسایلشو نچیده. قرصامو برام بیار، تو کموده. تو حالت خوبه؟ برو ازش معذرت خواهی کن. مگه من چی کار کردم که معذرت بخوام؟ گفتم متاسفم اگه فیروزه خانم ناراحت شدن. مگه چیه؟ این حرفا زشته نهال. بعضی موقع ها یه کارایی میکنی که اصلا باورم نمیشه. اون مامان سمر خانمه و تو مسخرش میکنی. قبل از اینکه پدرت بفهمه بهتره بری معذرت خواهی کنی. باشه، لباسم عوض میکنم و میرم. خب فقط دست و صورتمو میشورم. بذار کمکت کنم. ممنون. خیلی سنگینه، نتونستم بیارمش. سالم تا اینجا آوردشون. مرسی، بذارشون همینجا. خودم جا به جاش میکنم. خیلی ازت ممنونم بشیر. خواهش میکنم. کمک نمیخواین؟ بشیر کمکم کرد. پسر خوبیه. درسته. خوشگله. همینطوره. اون تنهاست؟ چرا میپرسین؟ خب ما با هم توی خونه زندگی میکنیم. چه اشکالی داره که بدونم؟ منو بشیر نام زدین. نمیدونستم، ببخشید. از کجا باید میدونستی؟ هیچ کس نمیدونه. فقط خانواده‌ام میدونن و راضیه. مبارکه. از دست من ناراحتی؟ نه. حتما؟ آره. خب پس چی شده؟ حالت خوب نیست؟ میخوای ببرم به دکتر؟ سمر چی شده دخترم؟ چیزی نیست. خوش اومدین عدنان بیک. خیلی ممنون. معلومه که خسته این. آره خیلی. همه تو اتاق فیروزه خانومه. نکنه پشیمون شدی من آوردی تو خونت. مامان خواهش میکنم از این حرفا نزن. من خودم بهت گفتم بیای اینجا، ولی اگه بخوای از این حرفا بزنی پشیمون میشم. از رفتارات خوشم نمیاد. نکنه فکرت به حرفی که در مورد مهند زدم مشغوله. من حاملم.
هم نمیشه. قشنگترین خبری بود که شنیدم. با هم دیگه بزرگشون میکنیم. زیاد خوشحال نباش، میخوام بچه رو بندازم. سمر دیوونه نشو. عجیبه، نکنه میخوای به دنیا بیارمش. میبینم که این دفعه اعتراضی نداری. معلومه تو از عدنان به کامله ای. این برای تو یه ضمانته، یه ضمانت برای کل عمرت. بابا عدنان. بابا جون رسیدن به خیر. خوش اومدین عدنان بیک. ممنونم. چطوری عزیزم؟ ممنون. چرا استدام نکردی؟ نمیخواستم مزاحم بشم. پیش مادرت بودی. منم اومدم پایین به فیروزه خانم سر بزنم. خوبه، میرم استراحت کنم. عدنان بیک فرار نداریم. سلام، حالت چطوره؟ رسیدن به خیر. نمیخواستی بیای حالمو بپرسی؟ گفتم راحتتون بذارم. الان اومدیم حالتونو بپرسی. خوش اومدین. لمیس خانم چرا امروز نیومدی ببینم ات؟ یه کمی کار داشتم. بهتره یه کم استراحت کنی. باید یه تلفن ضروری بزنم، بعد استراحت میکنم. باشه. چند دقیقه پیش داشتیم سر و صدا می کردیم، شما که اذیت نشدیم. عزیزم صدای سر و صداتون رو نشنیدم. سمر خانم رو اذیت کردی. سمر تو اذیت شدی؟ آره. متاسفم، متوجه نشدم. من بخشیدمت. چه برای تو یه ضمانته، یه ضمانت برای تمام عمرت. ظاهراً باید خودم عادت بدم که همه چیزو قبول کنم. سعی میکنم. خوشحالم که قانعت کردم. فردا معلوم میشه که من اشتباه فکر کردم یا نه، چون سمر رو خوب میشناسم. اون هیچ وقت عوض نمیشه. در هر صورت مهمترین چیز برای من تو دنیا راحتی اونه. یه خورده چشماتون رو باز کنید. به نظرتون این ازدواج کم زود انجام نشده؟ چیزی شده؟ نه، هیچی. انگار از چیزی ناراحتی؟ نه، موقع غذا میبینمت. باشه. خدا چه جاله. مثل این که گوشا تیزه. آه.
کلاغه بهم خبر داد که دارین راجع به من حرف میزنین. قهرمان داستان اومد. نهال داشت از شیطنتای بچگیت میگفت. نهال؟ همه رو که نه، فقط یه خوردشونو گفتم. قبل از اینکه راجع به کارای من حرف بزنی بگو ببینم، از سمر خانم عذرخواهی کردی؟ عذرخواهی کردم، اونم منو بخشید. بیاین در موردش حرف نزنیم دیگه، فراموشش کنید. چرا دخترمو اذیت میکنی؟ معلومه که هنوز شیطونیات تموم نشده. تو وقتی ازدواج نکنه شیطنتاش ادامه داره. واقعا که مگه اشتباه میگم؟ نه اصلا. من میرم پیش عدنان، حتما تلفنش تموم شده. وایسید شامو با هم بخوری. نهاد میاد دنبالم ببینم چی میشه. امروز رو بمونید، با هم دیگه شام میخوریم، بعدش هم میرسونم اتون. آره عزیزم، شاید خبرای خوشحال کننده ای بشنویم. مثلا چی؟ نمیدونم، همین جوری گفتم. گفتم حتما تو اتاق کارتی و کلی کار داری. نه تازه اومدم، میرم دوش بگیرم. عدنان چرا از من فرار میکنی؟ نه چرا باید فرار کنم؟ بعدن دوش بگیر، باید با هم حرف بزنیم. باشه بگو. میشنوم. باید اول از همه به تو میگفتم، قبل از بیستان و مامان. ولی تو خودت شنیدی مگه نه؟ نمیتونی انکار کنی. گفتم سورپرایزتو خراب نکنم. تو بارداری؟ بله. خوشحالم. از ته قلبت؟ آره از ته قلبم، فقط یه خورده جا خوردم. منم همینطور. راستش تازه متوجه این موضوع شدم، اصلا فکرشم نمی کردم یه سورپرایز بود. خیلی شوکه شدم. من اعتراضی ندارم. ولی من اعتراض دارم. فکر میکنم الان وقت مناسبی نیست که حتی راجبش فکر کنیم. آخه چرا؟ ما الانم دوتا بچه داریم، اینطور نیست؟ درسته عزیزم، ما الان آمادگیشو نداریم. ما هنوز چیزی از زندگیمون نفهمیدیم. تا حالا نتونستیم مامانو قانع کنیم که به خاطر عشق ازدواج کردیم. میدونم که همه ی حرفامو شنیدی. درسته. امیدوارم که جدی نگیری. ما مجبور نیستیم به کسی چیزی رو ثابت کنیم. امکان نداره که بچه ضمانت عشقمون باشه. خیلی دوست دارم. الان وقت مناسبی برای بچه دار شدن نیست. من اینطوری اسم میکنم. تو چی میگی؟ هنوزم بچه ها خوب به من عادت نکردن. فعلا دست نگه میداریم. پس با هم موافقی؟ آره. نباید با عجله تصمیم بگیریم عزیزم. بذار با احتیاط و فکر باز بریم جلو. شاید اتفاقای قشنگی بیفته، شاید بچه ها خوشحال بشن. هیچ کس نمیدونه آینده چی میشه. بذار یه چند روزی صبر کنی. فقط اگه میشه بچه ها چیزی نفهمن. خیلی خوب، هر چی تو بگی. سرش هم میخوایی بریتنی اسپیرز گوش بدیم؟ خب مگه چیه؟ گوش میدیم کلی شاد میشیم. این بسه دیگه، هنوز خونه رو ندیدم. نهاد رفته دیده ولی من ندیدم. خب پس باید قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد مستقل بشیم. بعد در این مورد صحبت. چند ماه دیگه مونده؟ دو ماه. اوه چیزی نمونده.
دوست دارم آینده ببرمتون برای پروژه‌ای که تو آذربایجانه. کارگرا هم سخت شروع به کار کردن. حتما خوشحال میشین. حتما یه چند روزی باهات میام. شاید سمرم دوست داشته باشه بیا. بله خیلی خوب میشه. این یا این؟ رمجازو بذار. باشه. مراد سیدیا رو به هم نزن عزیزم، من همه رو مرتب کرده بودم. خودم میزنم سر جاشو. همه چیزو به عدنان گفتی؟ چی گفت؟ امیدوارم که حرفاتون مفید باشه. خیلی دوست داری بدونی راجع به چی حرف میزنی. امروز خیلی سر به سرم گذاشتی، منم هیچی بهت نگفتم. حواست باشه وقت داره میگذره. درسته، حق با شماست. مادر شدن خیلی بهت میاد. خیلی ممنون. قبلا خیلی لاغر بودی، استخونات زده بود بیرون. الان یکم توپول شدی، خیلی بهتر شدی. یه خورده سر به سرم میذاره، یه خورده هم ازم تعریف میکنه. خب یکم از من یاد بگیر دختر. خب دیگه بریم سر میز شام. پاشو بیسان، از موسیقی خوشتون اومد؟ باید میدونم بتونی خودتو تا میز برسونی، خیلی چاق شدی. خیلی بیمزی. خیلی خب بابا بلند شو بیا. عزیزم یه چیزی به مهند بگو. بابا من که چیزی نگفتم، اون من اذیت میکنه. آخه تو چی کارش داری؟ ولش کن. یواشتر. یه موسیقی برای ورود فیروزه خانم. خوش اومدین. کاتیا برو شامتو بخور. به منتظر بودنش میارزید، خیلی خوشگل شدی. اینجا رو برای تو حاضر کردم مامان. صندلی نذاشتم. آه بالای میز بشینم. تازه الان خودم رو شناختم. چه شدت به تو که قدرش رو بدونی مامان. خوب میدونم. خدا رو شکر حالتون بهتر شده. ممنون، روز به روز دارم بهتر میشم. کاری هست که بیام کمکتون کنم؟ نه برید کنار که غذا آماده شده. به به بخورید. بشیر تو یخچال نوشابه نداریم؟ برو برامون بیار. باشه. داری میری بیرون، این وسایل اضافی رو جمع کن بذار یه گوشه، فردا که رفتی بیرون بندازشون دور. اونم باشه. تا غذا آماده بشه من میرم قدم بزنم. جمیل کجایی؟ زود اینا رو ببر بالا. بودو خسته نباشی. سلامت باشی. دوست داری کمکت کنم؟ نه انگار دوست نداری حرف بزنی. خب من کم حرفم، به زور یه کلمه ازت حرف میکشم. با من حرف نمیزنن، خیلی حوصله‌ام سر میره، دنبال یه دوست میگردم. چرا دنبال وقت گذرونی هستی؟ فیروزه خانم یه دقیقه بیکارت نمیذاره. آره حق با توه. کجا میری؟ کار دارم. بذارشون اینجا. بذار کمکت کنم. چرا انگشتر دستت نیست؟ انگشتر چی؟ انگشتر نامزدی؟ چرا باید بذارم؟ مگه نامزد نیستی؟ نه. بشیر زود باش، مامان منتظره. چرا این حرفو زدی؟ نمیدونم. پسر این نادون. کی؟ شیشای زیادی بود، همه رو جمع کردم. بودو جمیله اینا رو زود ببر بالا. بودو دختر بودو. تو بشین یه چیزی بخور، ما وقتی که تموم کردن میخوریم. بشیر برای تو هم بریزم؟ ممنون من هنوز کار دارم.
اگه بیسان از خونه خوشش بیاد بی معطلی میگیریمش. حالا وسایل مهم نیستن. من تو چیدن خونه کمکش میکنم. نهال و مراد میدونن من تو این کار چقدر خبرم. بله. ظرف یه هفته میتونیم یه مهمونی بگیریم. آره باید برامون ماهی کبابی درست کنیم. من این غذا رو خیلی دوست دارم. میدونی که منم عاشق غذاهای دریایی هستم، از اینا که توش صدف هست. خیلی خوشمزه است. نوشه جان، تا حالا از این غذا برای من درست نکردی بیسان؟ حالا درست میکنه میخوری. با این درخواست ها راهی بیمارستانش میکنیم. این قبول نیست. اون مریض نیست، حامل است عزیزم. بله حتما. خیلی ممنون نوشه جان. بچه تون تو خونه جدید به دنیا میاد؟ انشالله. ما هم میای میبینیمش. معلوم نیست، شاید لازم نباشه بریم بیرون بچه رو ببینیم. اون دوست داره بیستان و نهاد بچه رو بیارن اینجا. فکر خوبیه، خیلی خوشحال میشیم. وجود یه بچه تو خونه خیلی زیباست. بچه خانواده رو دوره هم جمع میکنه، مثل یه زمانت، همونطور که یه زمانت برای زندگیه. برای خوشبختی هم زمانته. فعلا هیچ کاری نداریم. باشه، زودتر غذاتون رو بخورید. بشیر بیا اینجا بشین، ظاهرا من جا تو گرفتم. نه همینجا راحتم. اگه غذا تو تموم کردی نوشه جان، از یخچال دسر بردار بخور. من دسر نمیخورم، مواظب وزنم هستم، دوست ندارم هیکلم به هم بخوره. اگه فیروزه خانم صدام کرد من تو اتاقمم. این زنه چقدر حرف میزنه. شش، غذا تو بخور. مزایده فرداست؟ آره ولی دوست ندارم برم اونجا، عکاسا بیشتر از شرکت کننده هان. ولی یکیتون باید اونجا باشه. باشه مامان من میرم. خدا کنه همونطور که توقع داریم پیش بره، که یه زندگی جدید برای خودم درست کنم. بهتر زیاد فکر و خیال نکنی، چون معلوم نیست فردا چی میشه. دوست ندارم بیشتر از این مزاحمت ایجاد کنم. همین که بهتر بشم خودم به کارام سر و سامون میدم. تا هر موقعی که دوست داشتید میتونید بمونید. شما خیلی لطف دارید. هم معذرت میخوام، فکر کردم سایلنته. کیه زنگ میزنه؟ نمیدونم. الو؟ بله خودمم. چی؟ بله بفرمایید. بله فهمیدم، درسته. از تماستون ممنون، شب بخیر. عموت فوت کرد؟ خدا بیامرزتش. آخه ای بیچاره، غم آخرت باشه. خدا رحمتش کنه. همون عمود که تو مرسینه؟ عموی واقعیت؟ تا حالا ندیدمش، به هم نزدیک نبودیم، اصلا نبودیم. مهند فردا باید بریم خاک سپاریش. من و تو با هم. باشه هر طور شما بگید. من نمیتونم مسئولیت کسی رو که با هم زندگی کنه رو بپذیرم عدنان بیک، مخصوصا بچه کوچیکو. اولا من بچه دوست ندارم، دوما خانواده ندارم، نمیخوام مسئولیت گردنم باشه. به خاطر همینم ازدواج نکردم. من نمیتونم مهند رو نگه دارم. ولی تو عموشی، اگه اونو نمیخوای میبرم خونه خودم و بزرگش میکنم، درست مثل پسر خود. خب ببرش، یه ثوابی هم میکنی، ناراحت نشو. اگه اینطوری حرف میزنم
به خاطر اینه که عصبیم و میترسم ناراحتش کنم. به خدا نمیتونم بزرگش کنم. مشکلی نیست. از این به بعد مهند با ما زندگی میکنه و یکی از بچه های من میشه. میکنی غمتو مخفی کنی، ولی واضحه تو خودت نریز. من بعد از اینکه پدرم فوت کرد عمومم از دست دادم. از شانسی که دارم ناراحتم. ما هستیم، من کنارتم. خدا منو دوست داره. بریم تو، الان سرما میخوری. اول بخند. بخند که خیالم راحت شه. خیلی خوب دیگه، دیوونه یخ زدم. چرا همش ساکت بودی؟ نمیدونم. ساکت بودم؟ آره؟ شاید همش داشتم به بحثای تو و مهند گوش میکردم. این چه حرفیه میزنی؟ خیلی بهش رو میدی. عموش مرده، داشتم بهش تسلی میدادم. همین خبر فوتو آخر شب بهمون دادن بیسان. شما از اول شب داشتین حرف میزدی. نهاد، خواهش میکنم این حرفای بیمعنی رو نزن. خیلی خب باشه. آره من حرف بیمنی میزنم. من به این موضوع حساسم. سعی میکنم خودم رو کنترل کنم، ولی زیاده روی میکنی. اگه قراره همیشه هم دیگر رو ببینین، پس خواهشان حواست به رفتارت با اون باشه. خواهش میکنم. باشه عزیزم، متاسفم که ناراحت شدی. روز خیلی سختی داشتیم. بله، شب بخیر. شب بخیر. عدنان بک، فکر میکنم که اشتباه متوجه شدی. در رابطه با چی؟ مثل اینکه منظورمو خوب متوجه نشدی. به خاطر اون موضوع که سمر تصمیم درستی نگرفته بود، داشتم تشویقش میکردم. مهم نیست فیروزه خانم، بهتره در موردش حرف نزنی. این چیزی بود که میخواستم بگم. باشه، شبتون بخیر. بریم کاتیا. باید بری بخوابی عزیزم، صبح زود میخوای بری سفر. درسته. بچه ها خوابیدن. مهند چی؟ رفت تو اتاقش و بیرونم نیومد. باشه، شبت بخیر. شب شما هم بخیر. شب بخیر. میخوام از دکتر یه وقت بگیرم. بذار زودتر تمومش کنیم. چقدر عجله داری؟ چه فایده‌ای داره اگه وقت بگذرونیم؟ اگه قرار اینطور باشه باید با هم باشیم. باشه، کی برمیگردی؟ فردا شب خونه ایم. بعدن با هم حرف میزنیم. عجله نکن، تو این یه روز خوب فکر کن. چشم عزیزم. صبح فهمیدم، تسلیت میگم مهند بگم. سلامت باشی. شب میبینمت. خدافظ. خدا خدافظ.
به سلامتی برید و برگردید آقا. سفر بخیر. دینار ببر بالا. بودو زود باشید. منتظر چی هستید؟ باشه. رفتم؟ آره. ممنون کاتیا، برو بیرون. چشم. نتونستیم حرف بزنیم. چی شد؟ از وقتی که اومدی همه چیو خراب کردی. همه ی حرفاتو شنیده. نپرسیدی چرا وایساده بود به حرفای ما گوش میداد؟ من به خاطر مصلحتت اون حرفا رو زدم. چه تصمیمی گرفتی؟ میندازمش. حتما پشیمون میشی. این فرصتو از دست نده. بازم داری همون حرفا رو میزنی؟ باشه باشه، دیگه حرفی نمیزنم. بله بیسان. خونه رو اجاره کردیم سمر. آه، گرفتی؟ خونه رو گرفتن؟ خوشحالم که پسندیدی. قراردادشو نوشتین؟ نهاد داره کاراشو انجام میده. فکر کنم امروز قراردادو ببنده. مبارک باشه عزیزم. خیالتون راحت باشه. نهاد داره از خوشحالی پر در میاره. با من در تماس باش. بیسان میخوای بیام پیشت؟ نه لازم نیست عزیزم، کاری نداریم. باشه عزیزم، به نهاد سلام برسون. میبینمت. با من در تماس باش. در خدمتی من. باشه. خداحافظ. واقعا خوشت اومد. آره، دوست دارم زودتر بریم توش زندگی کنیم. خوبه. جمیله، بشیر کی برمیگرده؟ الان دیگه برمیگرده. چی کارش داری؟ شمارهشو به هم میدی؟ واسه چی؟ میخوام برام یه چیزی بخره. طوری حرف نمیزنم که بهت بر بخوره. منظور چیه؟ نمیفهمم. تو چرا وقتی بشیر میاد صدات میلرزه؟ نکنه دوستش داری؟ تو که گفتی نامزدته. اون از هیچی خبر نداره. حالا فهمیدم میخواستی من طرفش نرم. ببینم. فنجون تو برگردون، فایل تو بگیره. نه بابا نمیخوا. چی شده؟ از این خونه برو بیرون. برای چی تو همه این کارا جهالت میکنی؟ باید از این خونه بری همین حالا. جمیله، جمیله چی کار میکنی؟ جمیله بیدش کنید. جمیله تمومش کنید دیگه بسه. جمیله برو تو آشپزخونه. بیا بری. کاتیا زبونه تو کوتاه کن، شر به پا نکن. زود باش دیگه برو. اینا همه دیوونن، مخصوصا این فسخلی. گفتم بسه دیگه، خیلی زبونه درازه.
مثل دیوونه ها منو میزد. نمیدونم چش شده بود. اونا نمیخوان ما تو این خونه باشیم خانوم. این اهانت فقط به من نیست، به شمام هست. اینا ادب ندارن، همشون بی تربیتن. چی شده؟ صورتشو نگاه کن، بهش حمله کردن. چی شده کاتیا؟ از وقتی اومدیم تو این خونه احساس میکنم از ما متنفرن. سمر خانوم، داشتن در مورد ما حرف میزدن. وقتی گفتم چرا حرف میزنین، منو زدن. شنیده دارن در مورد ما حرف میزنن. نه فقط ما، حتی شما. واقعا که یکی باید واسه شون یه حدی بذاره سمر. لمیس خانومم با اونا بود. بسته دیگه، تمومش کن.